یکی از پناهجویان ایرانی، پناهجوی هنرمند، نمایشگاهی از کاریکاتور و عکس و نقاشی‌هایش را در مرکز ضد راسیستی اسلو به نمایش گذاشته که عکس های جالبی را به نمایش گذاشته است. از این دوست عزیز میپرسیم اول خودشون معرفی بکنن، بعد هدفش از این نمایشگاه چی هست؟ با درود فراوان به بینندگان عزیز، من محمد هاشمی هستم، بچه شهر مآباد، کردستان ایران. الان که 3-4 سال من خارج از کشور در نروژ زندگی می کنم و الان نمایشگاهی تقریباً یه هفته از ما تو آنتیراسیست در اسلو پایتخت نروژ به اجرا داشتیم که این نمایشگاه شامل کارهای نقاشی و کاریکاتور و طراحی و سیاه قلم هستند و در واقع این یه پروژه اعتراضی نسبت به رژیم جمهوری اسلامی و جنایاتش و نسبت به وضعیت پناهندگی نروژ. خیلی ممنون. بازدید و عکس العمل مردم نروژیا ایرانیا نسبت به نمایشگاهتون تو این چند روز که باز بود و اینا چطور بود؟ بازدید کننده زیاد داشتیم، بازدید خوب بوده. هم نروژیا اومدن، هم سیاستمدارا اومدن، هم ایرانیای مهم نروژ، مهم اسلو اومدن و حمایت خوب بوده. بعد این طبیعتاً بخشی از مبارزه شما برای حق پناهندگی تو نروژ هست، جدا از افشاگری از جنایات رژیم جمهوری اسلامی. کلاً پناهجویان ایرانی تو نروژ چه کارهای دیگه کردن برای حق پناهندگیشون؟ مبارزه شون چجوری پیش بردن؟ هر طیفی، هر کسی واسه مبارزه با جمهوری اسلامی اینجا یا چه واسه مبارزه با، یعنی حق طلبی یا بهتر بگیم گرفتن حق پناهندگی اینجا، به یه روشی مبارزه میکنه. ما هم از پارسال با اصیل مارش 2011 برگزار کردیم، هم که شامل چادر زدن بود تو اسلو. بعد از اسلو تا تورن هم مسیر 700 کیلومتر با پای پیاده روی داشتیم و تو برگن نزدیک 2 هفته بیشتر 16 روز ارسال غذا داشتیم. اینم یعنی برگشتیم اسلو. اینجا من به کمک دوستانم بابک ماجد تو اسلو تونستیم یه نمایشگاه کاریکاتور و نقاشی و طراحی برگزار کنیم که این نمایشگاه خودش یه اعتراضی نسبت به جنایت جمهوری اسلامی و سیاست غلط پناهجویی و پناهندگی نروژ. خیلی ممنون دوست عزیز از وقتی که در اختیار ما گذاشتید.